سمیر قرایی از مقابل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون همراه ما. سمیر خوش اومدی. گزارش که توسط NBC منتشر شده چه جزئیاتی از این حملات و اقدامات آمریکا داره؟ پانتا، گزارش NBC بر مبنای گزارش‌های منتشر شده که از وزارت دفاع آمریکا بیرون اومده و اعلام می‌کنند که این 29 حمله در ماه‌های اخیر چطور به چه ترتیبی صورت گرفته، کدوم مواضع آمریکا رو مورد هدف قرار داده از سوی گروه‌های نیابتی که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، و در اون نظراتی از مقام‌های رسمی کاخ سفید هم آمده. در واقع NBC نظر خواسته از این افراد که خب آمریکا چه اقداماتی انجام داده. اونطوری که در این گزارش آمده، در زمانی که نیروهای تحت حمایت ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در التنف در سوریه حمله کردند، دولت بایدن طی چند جلسه با مقام‌های ارشد وزارت دفاع و مشاوران امنیت ملی خودش صحبت می‌کنه تا یک راه حل مناسبی رو پیدا بکنه. در اون زمان فکر می‌کنند که باید یک حمله نظامی به ایران ترتیب بدن، اما از بیم اینکه تعداد زیادی از افراد ایرانی جان خودشون را از دست بدن، تصمیم بر این میگیرند که تنها بسنده بکنند به فرستادن پیغام‌های دیپلماتیک به ایران که دیگه دست از در واقع چنین حملات حالا موشکی پهپادی رو ترتیب نده علیه مواضع آمریکا یا علیه پرسنل آمریکا. اونطور که برمیاد از این گزارش این هست که در این ماه‌های اخیر که حملات گروه‌های نیابتی ایران شدت پیدا کرده به مواضع نظامی آمریکا در خاورمیانه، آمریکا جواب درخوری نداده و این مسئله مورد انتقاد قرار گرفته. با این همه مقام‌های کاخ سفید میگن که همیشه اینطور نبوده که جواب‌های کاخ سفید بخواد مشخص بشه، در ملأ عام باشه و به اطلاع همگان برسه. از روش‌های گوناگون، از کانال‌های مخفی آمریکا سعی کرده که به ایران هشدار بده و پیام بده که دست از این حملات خودش برداره. با این همه از فوریه سال گذشته، یعنی ابتدای سال 2021 میلادی و بعد ژوئن 2021 میلادی که الان یک سال می‌گذره، آمریکا پاسخ درخوری به حملات گروه‌های نیابتی تحت حمایت ایران نشون نداده. سپاسگزارم از توضیحاتت سمیرا قرایی، همکار ما از واشنگتن.